آخوندها و سرکوب دیجیتال آوریل هاینز مدیر اطلاعات ملی آمریکا نسبت به سرکوب دیجیتالی جهانی مخالفان توسط دیکتاتوری ها از جمله دیکتاتوری حاکم بر ایران هشدار داد مدیر اطلاعات ملی آمریکا گفت حکومتی همچون ایران سرکوب دیجیتالی را علیه مخالفانش در داخل و خارج کشور به شکل گسترده به کار می گیرد. مقام اطلاعاتی آمریکایی افزود قطع اینترنت یکی از راه های سرکوب دیجیتالی است که در سال گذشته بیش از 180 بار در 35 کشور از جمله ایران رخ داد. این مقام اطلاعاتی گفت جاسوس افزارهای تهاجمی اطلاعات نادرست و سایر ابزارهای تکنولوژیکی همراه با هوش مصنوعی می توانند را قادر سازند تا از گردش آزاد اطلاعات جلوگیری کرده یا حتی آن را مدیریت کنند. وی تاکید کرد ما به طور روزانه شاهد موارد بیشتر و بیشتری از کشورهایی هستیم که در سرکوب دیجیتالی درگیر می شوند. اتخاذ این روی کردها به نوبه خود به فرسایش بیشتر روند توسعه دموکراتیک اخبار و اطلاعات کمک می کند. او گفت رژیم ایران گفتار دیجیتالی را چه در داخل و چه در جاهای دیگر محدود کرده است. لازم به یادآوری است فیلترینگ و یا حتی مهندسی کردن خبرها تنها یک بخش از اقدامات سرکوبگرانه دیکتاتوری حاکم بر میهنمان است آخوندها در داخل و حتی خارج از کشور مستقیما اقدام به بازداشت روبودن و قتل فعالان خبری سیاسی کرده و عبایی از ترور و اعدام صاحبان قلم هم ندارند.